خانه ادریسی ها نوشته قزاله علیزاده قسمت سیزدهم کتاب دوم بخش سوم اشقابات فصل اول پیش از غروب آسمان باز شد و هاب سرخوش بود یک صندلی حسیری برداشت زیر سایه درخت گردو نشست در نور نرمتاب خورشید قطره شبنم بخار می شد. خانه ساکت و خلوت بود. سر را به پشتی تکیه داد. چشم بست. موقعیتی شناور داشت. آنچه در او تسبیت شده بود به سر موی بند بود. خانم ادریسی، لقا و یاور مثل گذشته نبودند. امه پیش چشم مردها گشت و گذار می کرد و بی دقدقه پیانو می زد. پا به پای تیمور می نشست علفهای حرز باغچه را از ریشه بیرون می کشید. رخت خیس را می تکند. پهن می کرد و گیره می زد. با بچه ها وسط چمن می دوید. سرود یاد آنها می داد. چارچوب ها را گم کرده بود. تأسفی هم نداشت. مادر بزرگ رازهای خاندان را برای رشید و کاوه با تمسخر بازگو می کرد. رومیزی نفیسی از گنجه بیرون آورد. تلفیقی از بردره، چشم دوزی و دالبر روی میز پهن کرد. قهرمان ها با لکه های چای و چربی کاردستی ممتاز او را زینت دادند. از باغچه گل میچید و در, در گلدان ها میگذاشت. زیر دست و پای قدیر، شوکت و برزو. قهرمان رشید همه جا میگفت مادر بزرگی تازه پیدا کرده و بانوی پیر تصدیق میکرد. یاور از کوکان جدا نمیشد. حتی تصمیم داشت سر پیری خیاتی یاد بگیرند. از ته صندوق ها پارچه های گرانبه ها را بیرون میکشیدند روی میز میگستردند می و با قیچی سنگینی کج و کله می بریدند. کوکان شلوار گشادی از ترمه بخارا برای یاور دوخته بود. پیرمرد لباس قدیم را کنار گذاشته بود و با جلیقه مخمل و شلوار گلمنگولی حتی به خیابان میرفت. خیاط شلوار را ضمن اتو کشیدن سوزانده بود و لکه زرد چشمگیری بالای خشتک مانده بود. یاور گوش به فرمان شوکت بود. در استخان انگار نقره چای میریخت. میگذاشت بر سینی مینایی برابر شوکت و برزو خم میشد و تعارف میکرد. شوکت تصویر سیاه قلم پدر بزرگ را وارونه آویخته بود. نکه تاب خورده سبیل ها را نشانه می گرفت. پولک قرمز خونه خری روی چشمهایش چسبانده بود. یاور اعتنا نمی کرد. خود وحاب هم مبرا نبود. حضور مسلط رکسانا رویای دور رهیلا را مثل قند در چای حل می کرد. آن دو را در هم می آمیخت. شخصیت دومی از جلوه اولی می کاست. سیمای اشرافی و تبسم رهیلا در خنده های رکسانا محو می شد. چشم های مه گرفته او با نگاه گدازان رکسانا شولور بود. اما قامت فرهمندش در باد پراکنده میشد. شد. اجزای در هم ریخته گرته ذرات خود را در پیکر رکسانا به نظم می کشید. وحاب با حرفهای رکسانا مادرش را به یاد بیاورد. مهمانخانه کوچک تفلیس زن گداخته از تب بر بستر آشفته در خاندان ادریسی او اولین و آخرین زنی بود که در چارچوب ها نگنجید رکسانا روی ایوان می نشست رویا می بافت عطر پیچک ها دور پیکرش می چرخید در هوای دمدار بعد از ظهر برگی بر درخت ها نمی جنبید دختر به چشمنداز دروازه شهر خیره می شد گاری ها و کالسکه ها رو به پایتخت می رفتند. قباری از آنها به جا می ماند. شهر برای او تنگ بود. پسران جوان محلی حوصلش را سر می بردند. تا مادر وهاب به زندگیش پا گذاشت پدر دختر از ماجرا بی خبر بود. مرد, رفت مرد رفته را احتمالا شوهری بی رحم می پنداشت. رعنا اغلب دروغ می گفت و کم کم دروغهای خود را باور می کرد. بیانی فریبنده داشت. رکسانا ذهنی آماده. قمار بر سر زندگی را او به دختر آموخته بود. صدای مبهمی که خود پاک باخته چرخش آن شد. مرد پلک را نیمه باز کرد. دستی به پیشانی کشید. آیا مادر بازنده بود؟ یا پرواز کوتاه و ناکامش در قیاس با زندگانی پرملال زنهای خانه ادریسی نوعی پیروزی محسوب می شود. چهره به چهره مرگ مجازات سختی پس داد با پشیمانی برگشت و تا دم آخر در بستر ماند نیمه شب از خواب می پرید. فریاد میزد و میلرزید. تا به دیدن نور را نداشت در اتاقی تاریک و متروک خود را مدفون کرد پرهایش را چیده بودند اما دست آخر پرید زندگانی مادر را در پرتوی تازه میدید از حد دیگر منشور زنهای خانواده از دم تسلیم و قربانی بودند لوبا خانم ادریسی و رحیلا هر یک پذیرنده تقدیر محتوم نه پرتگاه ها را میشناختند و نه جرفای رنج عشق و مرگ را سلسله زنهای زیبا و با غریه نیلوفرهای سپیدی که بر سطح برکه اجدادی میشکفتند و پس از مدتی میپژمردند. شکوه ناپایدارشان عمق نداشت. رنج و غرور آنها از سر خامی و جوانی بود. گذشته خانواده پیش چشم وهاب فرو می ریخت. از تیره زنان پریوار که سالها بین ستونها رفت آمد کرده بودند چشمهای درشت آبی خاکستری و سیاه را رو به نور گرفته بودند آهها را فرو, فرو, خورده بودند شوکتی به جا نمانده بود با سرخوردگی اندیشید اگر رهیلا زنده می ماند چه رجحانی بر دیگران داشت احتمالا زن معید میشد. در قصر او چون سایه سفید پوش بین هفت پنجره قدم میزد. با پاهای کوچک چابک درون کفش های اطلس از پلکان مدور پایین می آمد. با خدمتکارها حرف میزد در زیافت ها مروارید و الماس می آویخت. یعلاق می رفت و دست بالا مادیان سوار می شد. کنار رودخانه ها در احاطه بوی پپونه های وحشی می نشست و خیره می ماند به کفهای آب. فرزندانی پیدا می کرد که با کلاه حسیری دوروبر او می گشتن. چندان بد نبود. اما با رویای عطر در کشمیر بازارهای هندوستان و جای پای کاروانها نسبتی نداشت. نتیجه گرفت مرگ رهیلا در اوجی که او رو به سراشیب می رفت فضیلتی بود. اما مادرش به رغم اصل و نسبی فرود است استحکام و جوهری داشت پایدارتر از نیلوفرهای شکننده. بوته گز بود. ساقه بنفشه وحشی کنار پرتگاه ها قدم زد اما به گوهر خود تا پایان وفادار ماند رکسانا به رغم شباهتش با رهیلا از تیره رعنا بود اکنون پس از سالها یاد مادر در ذهن پسر می شکفت و گداختگی بنفش وحشی را درک می کرد میراث قربت رعنا در رکسانا ادامه می آفت. دلش برای او تنگ شد زیر شاخه های زیزفون تنها می استاد. با پلک های نیمه بسته تبسم می کرد. زنی در انتهای راه. رهیلا از هیچ چیز شاد نمیشد. اندوهش از سر خودپسندی بود. روکسانا سرخوش می هرچند ملالی فرو ته خنده هایش تنین داشت. واقعیتر از نگاه غمگین رهیلا که گوش به زنگ پناهی در زمین و آسمان بود. وابسته انتظارهایی بر نیامده شوری سرخورده رکسانا به مرداب نگاه می کرد. تش فرار را می دید. گفتنی ها را بر زبان نمی آورد و چه بسا فکرها که خود از آنها می ترسید. فحاب به تدریج فهمید زن چگونه می یک سر دروغ بگوید. در تلاش بیامانش نفعی را دنبال نمی کرد. آب از سر او گذشته بود و ناامیدیش در چنان اوجی که اندوه را تحقیر می کرد. و از بدگمانی پیشین شرم زده بود و بار وجدان را می گذاش بر دوش رکسانا. با شوکت قدیر برزو و حدادیان بیش و کم کنار می آمد. بین او و قهرمان ها در بود. اما رکسانا از فراز دره میپرید پرید. مرزها را مخدوش می کرد. وحاب از آتشخانه پرچم و شعار می ترسید. صفهای به هم فشرده حس خفگی به او می سیل جمعیت کابوس دائمیش بود. از سوی دیگر رکسانا با همین سیل آمده بود. رود فروکاسته مرواریدش را راست به سوی او پرتاب کرده بود. دست برابر چشم گرفت. آفتاب همچنان میتابید. زنبورها و پروانه ها دوروبر او میپریدند. بینی را خاراند. فکر کرد دریافت او از رکسانا شاید یک سره وهم باشد. گاه در مورد آدمها به اقراق کشیده میشد. تصوری نازکبین داشت. اغلب سر میخورد. با این همه بر جزر و مد تخیل خود نمیتوانست پیروز شود. رکسانا صبح شنبه با حدادیان و شرکت به آتشخانه رفته بود و برنگشته بود. سایه ای روی وهاب افتاد. چشم گشود و, و نیمخیز شد. یوسف دستها را به هم میمالید. نم پس نداده. کی؟ رکسانا. نشست و زمزمه کرد. از دوستداران قهرمان قباد چند تری در آتشخانه اند. اونا خبر آوردند صدای خشخشی شنیده شد. قهرمان قباد نوک چوپا را روی علف ها و پیش می یوسف سراسیمه برخاست. پیرمرد دست را بلند کرد. لبهایش جنبید. جار و جنده پشت به آنها کرد. دور شد و در انتهای باغ روی تخت سنگی نشست. یوسف از باغچه گلی چید. زمن بویدن نجوا کرد. دستش هنوز در کاره. از فراز شمشات ها جستی زد و لب حوز رفت. چهره را در آب فرو برد. یونس از پلکان پایین آمد. برای وحاب دست کند. وارد چمنزار شد. چشم به خورشید دوخت. عجب هوایی. به وحاب رو کرد. بیا قدم بزنیم. از باغچه بیرون رفتن. پا به راه شنپوش گذاشتن. وحاب طاقت از دست داد. یونس رکسانا بر نگشته؟ یونوس شاخه ای را تکاند. قطرهای شبنم روی موهای او افشان شد. رکسانا به آب میمونه. و ها باستین او را گرفت. یعنی چی؟ دیده ای آب جایی بمونه؟ یا رخنه ای به بیرون باز میکنه؟ یا بخار میشه؟ حالا رخنه رو باز کرده؟ او به کار خودش وارده. او به کار خودش وارد است. در استوا گاهی آب چشمه ها تا ذره آخر بخار میشد. شد. برک صدر و خیزران، خرمن گلهای بغدادی، سعلب و بوستان افروز، پشت مه گرم میرفت. زمین می عین سماور جوشان چوبها ترک می خوردن. چشمه ها قلقل می کردن. اهل قبیله تب میزدند، نیمه برهنه می رخصیدن. تا بخار فروکش می کرد. وحاب دستی بر پیشانی مرتوب کشید. بذار ببینم. من یاد چی می افتم؟ یکی دوتا نیست. هزار چیز. ای به تو در همینه. آشفتگی. از او صورتی یگانه بساز. وحاب ناگهان ایستاد. نمی توانم. با فکر او جهانی در ذهنم شکفته می شود. قهرمان یونس ریگی را با, پس با پا پس و پیش برد. الان یاد چی افتادی؟ گورستان پشت کلیسا سنگ قبری که از کنارش ساقه گلی زرد چه گفته؟ رکسانا به گل نگاه میکنه. این نگاه در او میماند. حالا همین نگاه را به دنیا دارد. یونس راه افتاد. اگر زنی این نگاه را داشته باشد و آدم به او دل نبندد، بیشک ابله هست. یونس، تو هیچ وقت دل بسته کسی شده ای؟ چشم چپ مرد درخشید. بله، رشته جادویی واجه ها. تصاویری که تنها یک بار در تیرگی می درخشند. برای شکار آنها روز و شب در کمین می نشینم. گاهی خودشان می آیند. اندامم به رعشه میافتد. تا صورت مادی نگیرند برای نجات راهی نیست. چه تصاویری؟ فرق نمی کند. لیوانی خالی، لبخند زودگذری پشت پنجره، رویش دانه ای از ترک خاک، باریکه نور صبح روی کرک های سائد انسانی خفته، پرچینهای زیر باران، موریانه ای که از درون چوب کهنه را شیار می زند. تک تک تصاویر مهم نیست. هستی از ترکیب آنهاست. ساختن جهانی هماهنگ در برابر هرج و مرج، همسرایی آواها، آهنگ آفرینش. وهاب به پاره های ابر صورتی در آسمان اس نگاه کرد. پس کی زندگی کرده ای؟ تا نوک قله ها بالا می رفتم، رودخانه کف کرده را نگاه می کردم. روی علف ها می خوابیدم. سایه ابرها بر دره ها پیش می رفت. در پنج سالگی پیر شدم. حالا هیچ سنی ندارم. گردش زمین و زمان را بیهوده می دانستم. بعدها اعتقاد پیدا کردم در بیهودگی معنایی است. هر رابطه ای به اصل خودش می رسد و وگرنه نابود می شود. دستها را بر سینه صلیب کرد. از صورتهای مجازی، سایه های فانوس خیال، ترهی نو، رقم میزنم. دل به این کمال می بندم. وحاب به زمین خیره شد. قهر ما یونس. بگو من چرا پی سایه رکسانا این ور آنور ور می روم؟ از من نپرس. با این شیدایی فاصله دارم. قصه یونس را شنیده ای؟ بله. طوفان و شکم ماهی. شکم ماهی یعنی چه؟ وحاب تعملی کرد. نوعی زندان انفرادی. یونس بلند خندید. قابل قیاس نیستند. در زندان انفرادی سر نخهای تو به جهان وصل است. یادآوری خاطرات. گفتوی، گفتگوی با نگهبان آسمان پشت دریچه. اما آنجا در شکم ماهی خاطره ای نیست. سکوت پیش از آفرینش. تنهایی مطلق آفریدگار. بر زمین که پا میگذاری هزار ساله ای زیر بوته کدو به خواب می روی نقش روی پرده دور را می گیرند هر آدمی از باد می, جنبد ورم می کند گود می شود افسوس صداها دور شده سکوت دریا در تو مانده شعله فروزان چشم چپ چهره او را ترسناک کرد سرمای قطبی رو به وهاب وزیدن گرفت. سنگینی بار مرد از توان او فراتر می رفت. پا پس کشید. از تو می ترسم. یونس دستها را در جیب فرو برد. باز هم خطا. خاموشی را نیا مختم. به تصور عاشقانت بپرداز. عشق که نه. حسرتی تهنشین شده. رشته نازک که به آن چنگ می زنم. یونس با ملامت به چشمهای او نگاه کرد. در قیاس با رکسانا رشته نازک تویی. شاید از او هم بترسی. فصل دوم لقا دریچه را گشود. هوا تر و تازه بود. دستمالی برداشت. گرد باسمه قدیسه را پاک کرد. چهره را در آینه دید. پلکا پر آماس. خطوط محو کنج چشم ها به شقیقه زردگون پیوسته گونه های پهن با تکان سر میلرزید لرزید به آینه پشت کرد اندیشید از زیبایی دختران خانواده چرا بی مانده؟ حتی وحاب آب و رنگی به هم زده بود چشم فروزان چهره شاداب جوان تکیده پیشین شباهتی دور به رهیلا پیدا کرده بود تا کنون چرا این شباهت را در نیافته بود؟ به قلام گردش پا گذاشت. مادر به راستای تارمی آرام می رفت و برمیگشت دستها در جیب و غرق فکر. لقا سلام کرد. پیرزن سری تکان داد. دستی به نرده کشید. قبار نازک را فوت کرد. لقا سر راهش را گرفت. بازم نخوابیده اید؟ چشماتون گد رفته. بانوی پیر ابرو به هم کشید. میخوایی زن پیری مثل من مظهر تراوت باشه؟ شب چرا بیدار میمونید؟ مریض میشید؟ بعدها یک سره خواهم خوابید. بگذار تا سرم می بعد بیدار بمانم به تاوان روزهایی که در خواب و خستگی از کف رفت. لقا با تردید پرسید وحاب این روزها به رهیلا شباهت پیدا نکرده؟ از بچگی شبیه بود. بعد از مرگ او پژمرده شد. حیف زولف گذاشته. مثل یه ویشویلی حرف میزنه. پاک از چشمم افتاد. خب تو هم مثل رشید حرف بزن. لقا برافروخت. مادر خجالت داره؟ بانوی پیر داد زد. اگه رشید و نمیپسندی پسندی شوکت. از کنج تاریک سرسرا صدای شوکت بلند شد. کی با من کار داشت؟ اسم خودم رو شنیدم. لقا به باغ پناه برد. روی تخت سنگی نشست. روز بود. شوکت فرمان داده بود بشوید. از تاروپود پارچه ها بوی چرک و عرق برمیخواست. لقا آنها را در حوز پر آب انداخته بود. با چماقی چرخانده بود. ترکان و کوکب قهقه زنان تشتی آورده بودند و فوتوفن رخشویی را به لقا آموخته بودند. پس از ساعتی چنگ زدن پوست دستهایش به گزگز افتاده بود. شوکت حاصل کار او را با لگت در حوز پرت کرده بود. داد کشیده بود. نکبت این دستش به اون دستش میگه گوه نخور. ساعد لقا را محکم پیچانده بود. لقا دستهای ترک خورده را پیش چشمهای او گرفته بود. قدرت انگشتام و رو روی شستی ها ببینید. شوکت به ضرب تازیانه از درخت اشن شاخه ای را جدا کرده بود و با قدم های محکم رفته بود. دستی شانه لقا را لمس کرد. لغمه بزرگ نانی از قفا رو به او دراز شد. تکه پنیر لایان بود. لقا پشت سر را نگاه کرد. قهرمان کوکب لبخند زد. از آتشخانه فرستادن. امروز سالگرد جشن کوه. لقا لغمه را گاز زد و جوید. شتاب زده فرو داد. جشن کوه برای چیست؟ یادآور روزی که تیر اول در کوه شلیک شد. لقا سر جنبان. پس پنیر رو برای قباد آوردن. ابروهای کوکب گره خورد. قهرمان قباد لب به اون نزد. لقا نان را تا ته خورد و از شیر جره آب نوشید. سر را رو به آسمان گرفت. از ترس شوکت هل زدم. گوکب دستی بر پشت او کوبید. رفت سر کار. در آتشخانه کلی دشمن پیدا کرده. میگن زیر پاش سس شده. امروز یه خروار رخت بردن. پیش از غروب اونا رو تحویل میگیرن. ترکان و پری با سبدهای انباشته به باغ آمدن. خمیده راه میرفتن. محموله سنگین را بر شکم میفشردن. آنها را لب هود گذاشتند و قد راست کردند. پری نوک بینی را خواراند، از بوی دوا اق به دلم میشینه. ترکان تلنگری به او به گونه او زد. اول صوبی خلق خودتو تنگ نکن. تشت ها را پر آب کرد و کنار هم گذاشت. هر سه نشستند. قهرمان پری به لقا گفت آبکشی با تو. رخساره لنگان می آمد. زیر چین های پیراهن شکم حجیم می لرزید. سینه های آویخته با حرکتی آونگی چپ و راست می رفت. اندام خسته را چون پرچم پیروزی رو به نسیم بر جوراب زخیم قهوه‌ای از زانو پایین لغزید و روی قوزک پا افتاد. چه میکنید کنید بچه ها؟ برای لقا تمایل... تمایزی قائل نشد. یکان دختر خانواده ادریسی در موقعیت تازه چنان مستقر شده بود که حتی به دید خودش جزو زنهای رخشو به حساب می آمد رخساره نشست و نالید من لباسای سفید و از رنگی جدا میکنم جایی که کار میکردم رسمشون این بود ترکان ابروی چپ را بالا برد مگه کجا کار میکردی؟ زن دوربر را پایید در خانه گلگوشادی شبیه اینجا. مسیر نگاه او را هر چهار زن تعقیب کردند. چشمای آنها به تقلید هم گرد شد. انگار که با جمله او بنای سفید پیش رویشان شده بود. حتی به چشم لقا بیگانه می نمود. لب گزید و ابرو به هم کشید. رخسانه به نجوا افزود. کالسکه و طویله، شیر داغ و خامه تازه. وقتی مهمونی میدادند خانه مثل روز روشن میشد. دامن زنها کل قندی چون که زیرش فنر میذاشتن. از دور که نگاه میکردی انگار گلهای رنگ و وارنگ وسط چمین این ور و آنور میرفتند. کوچک و بزرگ فلنگ را بستند. ارباب سه تا دختر داشت. عین سیب سرخ. دامات شمشیر می بستند. اولی در جشن عروسی سکه تلایی به من داد. تعملی کرد. خرج دارو دوا شد. قهرمان کوکب به او زل زد. ای یه جا قایمش کردی. ترکان مچ زن را گرفت. راست بگو. رخساره به گریه افتاد. ناله های بلند و بریده چون سر و صدای مرغی پیش از جان دادن در حلقومش میپیچید. کنج لبها کف کرده بود. لقا او را در پناه سینه فراخ گرفت. این قدش نریز. باور کردیم. قهرمان ترکان اعتراض کرد. تو چه کاره ای؟ باید مغور بیاد. رخساره پیش خزید و سر را به پاشوی زد. از بن موهای او رشته خونی نازک جاری شد. لقا گونه را خراشید. کار دست خودش میده. ترکان چانه را بالا گرفت. عدا اصول در نیار رخساره سیه زد بعد از چهل سال زحمت یه سکه پس انداز کردم. دست های کج و انگشت های پرگره را پیش روی آنها تکان داد سر تا پام عیبناک شده سکم و مثل بچه نگه داشتم برای روز مبادا یقه را دراند مشت بر سینه استخانی زد پستانهای خشک تیره چون مویز آویخته از خوشه ای آفت زده تکان خورد. تن و توشم رو ببینید تمام وزنم آبه. با ناخونهای ترکدار پستوزی دامن را شکافت. سکه را بیرون آورد. کف دست گذاشت. حال شما بگیرید. آب دهان تا چانه فرو می چکید. رخت را می شود عوض کرد. اما بخت سیاه تا دم آخر با آدمه. زربه ای به پیشانی زد. گل بگیرنت. کوکب انگوشت های زن را بست. مال خودت. نگهش دار. موهای رخساره را زیر روسری پنهان کرد. جای سکر را عوض کن. پس دوزی دامن تو همه دیدیم. شیطون وسوسه میکنه. با انگشت قوسی در هوا ساخت. شامل ترکان، پری و لقا. رخساره لبخند زد. سکه را هوا انداخت و به چرخش آن در پرتو آفتاب خیره شد تا بر کفش نشست درون گودی معنوس پس از همجواری طولانی حکم موجودی زنده را داشت چشمای زن پشت پرده اشک رفت چرا از اول نگفتید؟ داشتم زهره می ترکندم قهرمان کوکب اخ کرد چون دل و زبونت یکی نبود زن سکه را در جیب انداخت. لو نمیدید؟ کوکب دست را بر کمر زد. نه، ما که جاسوس نیستیم. با تردید لقا را نگاه کرد. دست کم، پری و ترکان و من. گونه های لغا گر گرفت. به زمین چشم دوخت. در داوری زنها نسبت به خود سهیم شد. ریشه های شار را کشید به زمزمه آوازی خواند. قهرمان پری رویاروی روی او ایستاد بدت نیاد ما تو رو درست نمیشناسیم لقا صورت را با شال پوشاند و رو به پلکان دوید قهرمان ترکان پی او رفت بیا غر نکن دوره خرابی شده لقا را به زور برگردان دختر میانسال لب پاشویه نشست از ریخت شوکت بیزارم چون که درو متقلب و دروغگوست اول صبحی بند دلم پاره کرد. سنگ به گوزک پام زد. زنها با تردید به دهان و او چشم دوختن. سرخ شد و لب فرو برد. رخساره شکاف نرمه گوش را خاراند. ارباب سه تای این وهاب هیکل داشت. یک درمیون شعر میخوند. شب به شب چهار سیخ کباب میخورد. ناف برجسته لقا تیر کشید. آب دهان را فرو برد. قهرمان پری کلوخی از باغ باغچه برداشت و به زبان زد. رخساره نفس را با صدا از سوراخهای بینی بیرون داد. دردانه هام مردند. پشت به نیمکت تکیه داد و پا را دراز کرد. آفتاب خوبی شده. کاسه های زانو را مالید. یه گله بچه رو همیشه با هم میبینم. هیچ نمیفهمم کی به کیه. دامن پری را کشید. شوهرت کجاست؟ پری شلواری را چلاند. رفت و زد به کوه. بیرد شد. شلوار را تحویر لقا داد. بگیر آب بکش. تا سه ماه پیش توی صفها سرگردون بودم. با همه اونایی که گم شده داشتند اخ شدم. از این اداره میرفتم به اون اداره. جواب درستی نمیدن. قهرمان کوکب رختها را چنگ میزد و بوی داروهای گندزدا در فضا پراکنده میشد. ترکان از کود باغچه کاهی برداشت و با آب دهان خیس با آب دهان خیس کرد. روی پل چسباند. میپره، شکون نداره. لقا رختهای شسته را در آب انداخت. خوشه های حباب قلقل قل قل کنان از عمق حوز می جوشید. زیر شرواری ها باد میکرد و پاچه ها در هم میپیچید. هوا از منافذ ریز ذره ذره خارج میشد. خشتک ها هوا میرفت و یک دور تمام میچرخید. مهره های پشت دختر میانسال تیر میکشید. معده منقبض نگاه خود را از منظره میدزدید. چوب تیغداری برداشت و در جامعه ها فرو برد. آنها را بالا می آورد. سر چوب میزد و با نفرت در آب می چرخان. دستی به ناف زد و زیر لب گرید. ترکان سر حوز آمد. چرا سیخ به رخت فرو میکنی؟ می کنی؟ پاره میشه. چوب خاردار را از لقا گرفت و پرت کرد. به سینه او مش زد. بکش کنار. رخت های شناور را آب کشید و چلان. در دستهای کوچک او توانی شگفت, پنهان بود. لقا شرم زده به دستهای خود نگاه می کرد. مچ په بود و انگشتها بلند. اما به جای نیرو انگار درون رکا موم مذاب می چرخید. در آغاز کار خسته می شد و به نفس نفس می افتاد. قهرمان ترکان رخت ها را په کرد و سنجاق زد. رخساره زیر بند نشسته بود و قطره آب بر سر و رویش فرو می چکید. سمت پاشویه پیش خزید. از یه چیز خوشم میاد. فرزی و پاکیزگی. رو به ترکان کرد. منم مثل تو آروم و قرار نداشتم. بعد از شستن یک کوه رخت دست رو به جارو می بردم. خانم به صدا می اومد. می گفت خستگی در کن زن. سر تا سر روز اینقدر پایین و بالا می رفتم تا شب مثل لش بیفتم. ترکان کمر راست کرد. هر روز پلو می خوردی؟ دست و بالش باز بود. آقا شکار می رفت و آهو و بز کوهی می آورد. لب نمی زدم. شگون نداره. دامن اونها رو گرفت. در به در شدن. تو هم دوتا بچه داری؟ ترکان به تایید سرتکان داد. اصلان و شیرین پرهای بینی رخساره لرزید انگار که بچه ها را از بوهایشان تشخیص میداد. شیرین؟ همون که مریضه؟ قهرمان ترکان برافروخت. شیرین مریض نیست. حرف در نیار. رخساره نوک انگشت را در آب فرو برد. بچه ها وفا ندارن. تا از آب و گل در میان میرن پی کارشون. حال و روز تیمور رو ببین؟ ترکان شانه ای بالا انداخت. شاید پسرش برگرده. قهرمان کوکب کف صابون را از گونه پاک کرد. آدمی که رفت بر نمیگرده مثل شوهر گور به گوریم. انگار مغز خر خورده بودم. کفشام و ور میکشیدم کشیدم. بلا نسبت هر که می شنود. اشرت کده ها، خرابات ها، دخمه های ته شهر رو وجب به وجب می گشتم. مرد سگ علف شده بود به دهن بز رفته بود. حالا اگه برگرده تف می نزم تو صورتش. تیمور با دستمال قبار برکای شمشاد را می تکان. قهرمان پری چرکابه رخت ها را در پاشویه ریخت. بیا پیش ما پدر جان. ترکان آستین کت پیرمر را کشید. خسته ای؟ بشین روی نیمکت. تیمور نفس تازه کرد. یه باغچه رو بیر زدم. دانه به کاری میگیره. کاش تخم گل داشتیم. لقا به دریچه اتاق مادر نگاه کرد. داریم ولی کهنه است. چشمای تیمور برزد. تخم چه گلی؟ چند سال پیش برای مادرم فرستادن. عکساشون قشنگه. پیرمرد پشت گردان را خاراند. اگه بگیره و بهش میکنم. دستها را به هم مالی دو سرنگشت های زمخ را روی لب گذاشت. لقا رخت های آب کشیده را از کوکب گرفت. روی بند پر کرد. تیمور کنج نیمکت نشست. چپق را افروخت. با دست من هر جور گلوگی بار میده. اگه تخمش پوک نباشه. ترکان سر برداشت. پیرهن رکابی بیت را تکاند. چرکابه خاکستری در فضا گرد شد. باید اجازه بگیری. چشمای پیرمرد پشت پرده آب مروارید تیره ای گرفت. مگه اجازه لازمه؟ ترکان سر را بر شانه خم کرد. بی جواز نمیشه دماغ گرفت. قهرمان تیمور ها را در هم گلاب کرد. تا یادم میاد گل و گیاه کاشتم. حالا میگن مثل سگ گر دومتو بذار لای پات به انتظار مرگ بشین؟ قهرمان کوکب پشت خمیده چند قدم راه رفت. شاد بخوان باغ و صاف کنن گندم بکارن؟ لغاز آنوزد. زد. پس درخت های میوه چی؟ کوکب چشما را رو به نور گرفت. من بچه دهاتم. وسط درختای میوه بزرگ شدم. حیف. دستورای آتشخانه هیچ حساب کتاب نداره. تیمور وصله شلوار را لمس کرد. از آب حوز پشنگی بر چهره او پاشید. کار دستهای ناپخته لقا بود. پیرمرد صورت را خوش کرد. قصر حاکم سابق شده آتشخانه مرکزی. آدم وحشتش میگیره. سر تا پا سیاه. با دریچه های سرخ و شیروانی پیازی. پایم به اونجا رسیده با چهار تا باغبان دیگر رفتیم برای حرس درخ درخت های سر، نزدیک شدن به قصد قدغم بود، اما حاکم را روی ایوان سنگ آفتاب از دور می دیدیم، بالای تخت سرخ، صدای ساز می آمد، می گفتند سه دختر حاکم، هیچ کس اونها را نمی دید، شایه شده بود، به پرنده می و منقار سرخ دارند، نصف شب به بعد بالای شهر می پرند، اهل ولایت، دریچه ها را می بستن حتی در حرم تابستان. قهرمان ترکان بالا پرید. وای نگو زهرم رفت. چی به روزان اونا, اونا اومد؟ قهرمان پری براغ شد. در دهن تو ببند. این حرفا خرافات محصه. آدم که منقار نداره. افسانه ساخته بودن. لقا به درخت تکیه داد. بس که شاهزاده خونخار بود مادرم تعریف میکنه 300 جوان رو یه روز لای جرز دیوار گذاشته. رخساره لقا و پری را با نیشخند تحقیر کرد. من سر نترسی داشتم. یه بار شرط بستم روی پشت بوم بخوابم. آدم در جوانی همینه. با خودم گفتم جهنم فوقش میان پایین تا چشمامو با منقار در بیارن. چیزی نیست فرار میکنم. محتاب میتابید. رخت خوابم را پهن کردم. در سایه خرپشته. هر ستا با هم میپریدن. به هیکل آدمی سر تا پاشون برق میزد. از هر جا میگذشتن دوروبرشون تاریک میشد. دنیا دور سرم چرخید و دویدم پایین. توی اتاق قش کردم. دست های ترکان سوز شد. دندان های او نرم به هم میخورد. بالای پلکان قهرمان کاوه ظاهر شد. زنها همه جیغ کشیدند. مرد با حراس برگشت و وسط راه رو زیر نور نیم رنگ ایستاد. در آینه بیزی نگاه کرد. قهرمان پری لب پلکان اومد و دستها را به دامن کشید. قهرمان کاوه ببخشید. تقصیر حماقت این هاست. چرت و پرتایی به هم میبافن که از کلم آدمیزاد دود بلند میشه. اگه جاسوسا خبر ببرن دخلمون اومده. کاوه دستی به چانه کشید. از سه روز پیش صورتم و تیغ ننداختم. تحریش در آوردم. فکر کردم برای همین خانوما جیغ کشیدن. پری توسط می کرد. کی حواسش به ریش شماست؟ چهره کاوه منقبض شد و بین ابروها چین افتاد. بله زمانه تغییر کرده. منم عوض شدم. زنا به سر و پوز بنده توجه داشتن. یادم میاد سی سال پیش طرفای عصر در باغ ملی قدم می زدم. مثل افسرها شانه ها را عقب می گرفتم و فوق را نگاه میکردم. زنها مردهای روی را رویایی را, می دیدن. دلشون کسی را می دلشون کسی رو میخواست که زرافت روح آنهور آنها را درک کنه. من در این کار خبره بودم. چه مکافاتی. سر به شانه هم میذاشتن مثل ابر بهار میگریستن هنوزم نفهمیدم از کجا اون همه اشک می آوردن از پلکان پایین آمد به لقا نگاهی کرد و با نوک پنجه سنگریزه ای را در باغ انداخت بله اون وقتها گرم... گریه رسم بود حالا ظاهرا زور بازو رو میپسندند کنج لبها را بالا کشید من که هرگز از زنهای مردنما خوشم نیامده. بازم خانمهای قدیمی. دلهای نازک. یادش به خیر. دنیا روشن و لطیف بود. به آسمان نگاه کرد. دستمال شطرنجی را به نشان ودا تکان داد. ای دل برهای شکننده. حالا کجا رفته اید؟ به جای چشمهای شرقی گونه های از شرم کمر باریک موهای ابریشمی یک نردقولی می آید پیراهن زرد می پوشد این زره دل با چاقو خنجر و دهتیر لقا برگی از درخت چید تا زد و بین لبها گذاشت صدای سود بلندی در فضا پیچید چند پرنده از روی شاخه ها پریدند از این جرقه نگاه افسرد و احساس کرد برای همیشه به جهانی سرد پا گذاشته. پشت خمیده رفت سمت نیمکت و کنار تیمور نشست. قهرمان ترکان نفسی کشید. از بوی ادکلون خبری نیست. راحت شدیم. کاوه سیگاری از جیب بالایی کت درآورد. دارد تمام می شود. باید صرف جویی کنم. سیگار را نصف کرد. کبریت کشید و پکی زد. دود پیچان را بین شاخه ها فرستاد. تیمور سر برداشت خبری شده؟ کاوه دستها را از دوسو گشود به چوب نیمکت تلنگوری زد کاش می شد روزها یک نواخ می آیند و می روند تا مرا را به پیری و مرگ نزدیک کنند به لقا رو کرد شما هم که از پیانو دست برداشته اید لقا شلوار پرکفی را از درون آب بالا کشید و چلان آن را تکاند روی بند آویخت سنجاق زد کاوه به زمین نگاه کرد این کار رو بیشتر دوست دارید؟ لقا دست های آبگز خود را به هم مالید جز شلپ و شلو پرخت ها صدایی به گوش نمی رسید کاوه از تیمور پرسید داشتید از چی حرف می زدید؟ باغبان سرنگوشت ها را بین تارهای ریش فرو برد از قصر حاکم گرجی سه تا دخترش که شبا پرواز میکردن منقارای سرخ داشتن کاوه خندید و به سرفه افتاد دست روی زانو کوبید منقار سرخ؟ عجب مزخرفاتی من هر سه را دیده بودم درخت بلوط را نشان داد از همین فاصله دهان رخسار بازمان عجب زهره ترس برت نداشت برعکس مز شدم از جنگ با ترک ها می آمدیم افسر سوار نظام بودم اونیفرم سفید می پوشیدم با سردوشی مطلا روی سینم یک ردیف نشان شمشیر بر کمر همایل سگ سگی داشتم به اسم بلانش از دست من نان برنجی می خورد شانه ها را بالا کشید از جنگ بدم می آید درک نمی کنم منظور از کشته شدن یا کشتن دیگران چیست؟ همه انسانند میخواهند زنده بمانند زیر آفتاب بهاری لب گندمزار بخوابند هیچ کس در دنیا حق ندارد نعمت زندگی را از دیگری بگیرد خب ما جوان بودیم و بی تجربه زیاد اشتباه می کردیم کی نمیکنه؟ به آسمان خیره شد قهرمان رشید از در کوچک به باغ آمد دست حائل پیشانی افتان و خیزان به حوز نزدیک شد. صورت را در آب فرو برد. به تنه نارون تکیه داد. رنگ پریده بود. چشم ها گود رفته. دست بر دهان می فشود. قهرمان کوکب بازوی او را گرفت. چه بلایی سرت اومده؟ رشید پلک ها را نیمه باز کرد. وسط عطا ایستاده بودم. ناقافل سرم گیج رفت. خوردم زمین. اجازه دادند بیام خونه. برزو هنوز برنگشته؟ نگشته؟ قهرمان کوکب نبز جوان را گرفت. نه تب نداری؟ چیز نابابی خوردی؟ رشید سر به نفع تکان داد. پس گرمازده شده ای؟ برزو غروب میاد. اگه شربت کاسنی در خونه باشه یه لیوان بخور. برو تخت بخواب. نه در هوای آزاد حالم بهتره. لقا به رشید نگاه کرد. مرد به کودکی بیمار می ماند. نیروی مهاجم جسم و تپش پیها در نگاه از خیش رفته و چهره بیرنگ ذره ذره تحلیل می رفت. بوی پیکرش عطر ساقهی شکسته. نزدیک کوکب آمد. یاور عرق کاسنی داره. کوکب تبسمی کرد. پیرشی مادر جان زود بیار لقا به سرسرا رفت فکر کرد جوان بیچاره چه زحمتی میکشه سر تا سر روز ها رو این ورونور میبره وسط قبار میلوله در زیر زمین های نمناک تازه خرد و خوراکش مگه چیه وارد آشپزخانه شد گنجه را گشود با عرق کاسنی شربتی درست کرد و در سینی گذاشت و بیرون رفت مادر از تارمی خم شد و پرسید برای کی شربت میبری؟ لقا لبخند زد قهرمان رشید وقت کار سرش گیج رفته از شیشه بند پرتوی نیلی بر چشمهای بانوی پیر تابید یک دم نگاهش مثل قهرمان قباد دریایی و شولور شد لقا به باغ رفت از جامعه های شسته بخ بخار بخار برمیخواست. گرمای زندگی را موج رو به او فرستاد. حتی به کاوه مهر داشت. موهای دودی او پرچم پیری و تنهایی سر به هوا چون صاحبش در باد پریشان میشد. لقا لیوان را به رشید داد. از جدار بلور تراشدار نور آفتاب میگذشت و مایه رقیق را لبریز از تیفهای رنگی میکرد. قهرمان رشید لیوان را بالا گرفت. به جمع نگاه کرد. بفرمایید. کوکب گفت. بخور. رشید شربت را نوشید و کنار نارون نشست. قهرمان کاوه صرفه کرد. از ماجرای سه دختر قافل شدیم. آب بینی را با دستمال گرفت. بله شاهزاده بعد از جنگ با ترکا فرماندهان را به کاخ دعوت کرده بود. ده نفر. آوازش همه جا پیچید. حاکم در قصرش را به روی کسی باز نمیکرد. سیگار خاموش شد. قوطی کبریت تیمور را گرفت. آن را افروخت و ابروی چپ را بالا برد. در چمنزار وسیع پشت سروستان از ما پذیرایی کردند. اواخر تابستان بود. پیش از غروب آفتاب. میز شاهانه چیده بودند. قرقاول، تیهوی بریان، ران گوساله، کباب ماهی با بلوط، دنبلان، پنبه بز و خاویار دریای خزر کلوچه های داغ دارچینی و زعفرانی قدهی بزرگ از مسقطی به رنگ قوس و غزه شراب کهنه قرمز همه را از قصد می آوردند ما تا سیبستان اجازه رفتن داشتیم باغچه ها پرگل بازوی تیمور را گرفت گل های سراسر دنیا بوته های گل کاغذی از بنارس آورده بودند زیر سایبان های ابریشم کاشته بودند هر بوته چتری زده بود یاقوتی بنف زعفرانی ارغوانی و کناری از پشت گلبرگ میشد آسمان را تماشا کرد در باغچه هش ای هشت ورد سیاه کاشته بودند چشم تیمور خمار شد سر را به تصدیق تکان داد چپق خود را واژگون کرد خاکسترها را نسیم برد در باغ نباتات خارز گورد سیاه دیده بودم. شبنم روی آن بند نمیشد. خواستم قلمه بگیرم. گفتن در این آب و هوا بر نمیدهد. البته هر گیاهی در خاک خودش ریشه میگیرد. گیرد. آدمی زاد هم خصلت نباتی دارد. در قربت تلف می شود. سبابه را گاز گرفت. پسر که پسرک بیچاره کاوه ته سیگار را به تلنگری در آب انداخت. تیمور انسان ها یه جور نیستن. بعضی طبیعت آبو دارن. یه جا بمونن میگندن. انگوش روی سینه گذاشت. مرا میبینی؟ شب به یاد سفر میخوابم. دلم هوای مناطق گرم را کرده. زنگ بار. مراکش. درخت های کام. عبیرا. آفتاب داغ ریگزارها جوش و خروش جوانی را به آدمیزاد باز میگرداند به توده برگهای زرد در سکنج باغ خیره شد. نه، بیفایده است. موهای سفید پریشان را عقب زد. آخرین سفر. چپق از دست تیمور افتاد. برداشت و زیر و رو کرد. ترک خورده بود. آن را لیسید. خب، از باغ حاکم بگو. کاوه پیشانی را خاراند. به کجا رسیده بودیم؟ شیرین پلوی کشمیری؟ قهرمان تیمور آب دهان را فرو برد. از باخچه هاش بگو. یه جفت نوکر هندی داشت. قبای ظریف تنشان بود. دستارهای ارغوانی سر آنها را می پوشند. بالای چین و شکنج مند... دو یاقوت سرخ به درشتی عناب تر دوروبر او میگشتند دسته جواهر نشان خنجرهایشان برق میزد بعد از خوردن چند پیک عرق گلابی شنگول شدیم حاکم گرجی بیقرار کنار باغچه راه میرفت چون ببری سیاه درون قفس در سینی از در ناب برایش غذا آوردند لقمه نق... خورد آن را با نفرت کنار زد فکها را به هم میفشد چشمها تیرگی میگرفت انگار از دردی هولناک در شکنجه بود. نزدیک ما آمد و وضعیت جنگ را پرسید. اما به جواب گوش نداد. کاسه بلور آوردند. از آب و لب. پر گلهای ارغوانی و سطح آن شناور. دستمالی از حریر پشت گلی در آن فرو برد. چربی سبیل شبقگون را پاک کرد. آینه به دستش دادند. خشم و نفرت در نگاهش شعله کشید. شاید وسوسه شده بود فرمان قتل خود را صادر کند. آینه را زمین زد. شکست. در حیات پشت قصر شیر نگه می داشت. قررش ددان درنده لالایی شبهایش بود. قهرمان رشید لیوان را روی سنگ پاشویه گذاشت. لبهای کبودش تکان خورد. مادر بزرگم می گفت سربازان حاکم گرجی برادرش را کشته بودند به جرم یاقیگری. یاغی نبود پین دوز بود کاوه سبیر را تکان داد حوالی غروب دریچه های قصر روشن شد از ته بنای سیاه صدای کمانچو و سنتور به گوشمان رسید حاکم بر سریر منبت نشست و چشم بست پایه های تخت طلا بود به شکل پنجه شیر از بین پلک های بسته قطره های روی گونهش می چکید. من سر نترسی داشتم چکمه هایم را زیر میز بیرون آوردم پاورچین رفتم طرف صدا پشت پنجره رسیدم سرک کشیدم تصویر صدپاره سه دختر گیسوسیاه ها در کاری های تاق و دیوارها میلرزید یکی از آنها کمانچه میزد دومی سنتور دختر سوم دست زیر چانه گوش میداد پردههای حریر سیاه در نسیم از پرپر میزد. دور پنجدری پشتی های زرنگار ارغوانی چیده بودند. در بخاری دیواری آتش زبانه میکشید. خمیده بودند روی سازها. با چنان سوزی می نواختند که قلب آدم پاره می شد. فکر کردم چطور اونها را نجات بدم؟ نوازنده کمانچه سر بلند کرد. چشمهای سوزانش را دیدم. نیمه دوم سیگار را افروخت و بر پیشانیش رگ نازکی تپیدن گرفت. سی سال گذشته اما همچنان خاطره زیبایی او زانوهایم را سوس میکنه. ضمن حرف زدن دست کام میداد. چطور بگویم؟ پریزاد. انگار اجزای صورتش را از مرمر تراشیده بودند. لبهای او لل خوشاب. سینریزی از یاقوت اشکی دور گردن آهویش حلقه بسته بود. پیراهنی ارغوانی اندام نازکش را تنگ می فشد. هیهات از چشمها. نگاه قزال خوتن. تابناک و در عشق قوتور. پلک خواب و بیدار را فرو انداخت. و به سیمهای ساز زخم زد. مشعله های آتشدان روی گونهش سایه انداخت. آرزو کردم خودم را در سیاهی آن چشم ها برای ابد غرق کنم. صدای پایی شنیدم. نگهبانی نزدیک می شود. پشت بوته های ارغوان سبک دویدم. پا به سروستان گذاشتم. چشم های حاکم هنوز بسته بود. شب شد. زیافت به پایان رسید. آمدیم بیرون. تا یکی دو ماه خواب نداشتم. یاد چشم های دخترک مثل دو زغال گداخته جانم را به آتش می کشید. به حرمت یاغوت های سینریز او دیگر به دانه های انار نگاه نکردند. رخساره آهی کشید و لبها را برچید. کوکب و پری و ترکان لگنها را آب کشیدند. لقا آخرین تکه رخت را روی بند انداخت. قهرمان رشید فواره را باز کرد.